انا امروز یارا میاره اول روسیه میکنه شرمنده میکنه احمقشون میکنه میبره زندانشون میکنه کسی هم اوز نمیبره برای چی برای ما میگه اینا یک تشمه میگم که اعظم رحمان رو دفاع میکردی خوبت کرد مثال یا که یک تایگان باشه میگه او از رحمان رو دفاع میکرده او چاپلوسی میکرده دیگه و دیگه باور کنید هم رحمت میاد هم خشم غضبت میکنه با یک پرچنوار یک گوش میکنیم با صحبت دوامتی حتی بعضی دشمنان ملت تاجیک ما که بیرون از جمهوری ما زندگی میکنند و آنها دوست ما نیستند بلکه دشمنی مردم زیبای تاجیکستان ما هست الحمدلله رب العالمین ایره خوب مردم زیبای تاجیکستان ما میفهمد باید امیر را درک کند که اونها دوستان ما نبودند و دوستان ما شده نمیتونند باید ما دعوتی یعنی به عقلانه آنها را قبول نسازیم شکرانه تینجی امنی را کنیم و بعضی گروهی هستند که خب مردم را آماده در تاجیکستان ما زندگی کرده نمیتونند برای که آنها خیانتکار بودند از همین سبب با همین سبب اینترنت مردم ما را بعضی جوانهایی که معرفتی نه دینی دارند و نه سبحان الله دنیوی دارند بعضی عقلهای هم اینا رو میدوزم خواهش میکنم خواهران عزیز و دادران عزیز به این دعوتهای یعنی دروغین آنها فریفته نشوید و آنها بغیر زیان و زحمت برای ملت ما دیگر چیزی نمیخواهند و حتی بعضی گروهی هستند که دعوت به تظاهرات میکنند من برای شما همین رو جواب گفتنی هستم که الله سبحانه و تعالی و شما را خبر داده میگوید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی امر منکم الله سبحانه و تعالی میگوید اطاعت الله را کنید و اطاعت رسول الله را کنید و اطاعت سردار کنید امروز ما سردار داریم رئیس جمهور داریم ان همین رو باید اطاعت کنیم برای ما و شما الحمدلله رب العالمین اگر کسی پرسد که چی کار در اسلام کرده است رئیس جمهور ما برای همه دشمنان ملت تاجیک میگویم که رئیس جمهوری ما مسجد زیباترین کرده است قرآن عظیم شان امر کرده ترجمه شده است و صحیح بخاری ترجمه شده است و تمام کتاب های فقهی در دسترس مردم هست شکر میکنیم که الحمدلله رب العالمین یعنی همه کارگرایی که امروز در تاجیکستان هستند در خدمت دین هستند و در خدمت اسلام هستند برای همه از تمام مردم تاجیکستان خواهش میکنم که ما وطن را دوست بداریم خب این ما صدا رو برای چی موندم شاید کمی پس بود گوش خروشم بود به خاطر ماز میگفتم بعضی شاید یا باور نمیکرد یا که در نظرتون دیگه چی میتوفت این به چه روز در زندان های خب یک دو محشید فکر میکنم دستگیر کردن شد ایشانی سریوگا یک ریش درازی دو وجب ریش دوره ایره نمیدونم کی گفته که تو دو وجب ریش بمون شاید همی حکومت گفتش گفشش نگدین چی میگه اینجا در موضوع ما دخل داشت در موضوع ما و شما تظاهرات اینجا ای آیت هم آورد یعنی دلیل آورد که ما و شما چه خیلی هم بعضی مونم خیلی میکنم ما اساس نغز نوی به نفر که اسلام پرست باشه یا که شخص پرست باشه درست نیست اسلام پرستی درست نیست شخصیت پرستی درست نیست فقط انسان باید خدا پرست باشه نگاه کنین اینجا یک اولا که گفت که شکرانه کنین شکرانه کنین خب تنجی و آزادی گفت آرامی را بعد از او گفت که کشوری ما یا که راهبری کشوری ما پادشاه های پادشاه ما گفته نداریم تاجیکستان کشوری پریزیدنتی های و گفت که خدمت در اسلام کرده های رحمانوف ها گفت اینا ببینید خدمت در اسلام کرده های گفت کارگرای حکومت هم همش خدمت به اسلام میکنه خیلی جده مثال دیگر آورد که قرآن به تاجیکی ترجمه کرده های مسجد کلانتری ساز کرده های اما وزی خودش در جایی که ما بگیم که بیو گپ ترابیم شکرانه کنیم پس پنجره رحمان هم نمیدونه که امیر را دستگیر کرده گیم میدونه ما در باره دو سال میشه قریب گفتیم گفت میزنیم اما متاسفانه الهال در پشتی پنجره ببرویم بعد یک صحبت دیگه در اطرافی میکنیم یک باید قرآنی بزرگ کتابی خدا را آورد برای ما و شما مثال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سوره نیسا آیت 59 همین را برای ما شما دلیل آورد یعنی که ما شما قانشیم خب کنیم که بله گفت که با ترجمه شم کرد خدا میگه که کسایی که ایمان آوردید مسلمانه با خداوند اطاعت کنید با پیامبرش اطاعت کنید و از پیشوایاتون یا که از راهبراتون اولی الامر میکن
خب ما یک روحوکی یا که بگیم سردستکی یک پنج تفسیر را نگاه کردم. همین آیت ده پنج تفسیری که نیمچملوها میدونن یا که طالب علم تفسیر چیه؟ تمام یا مو آیت های قرآن تحلیل توضیح میدودگی یک پنج تفسیر را دیدم. در یکان تش اومدگی نیست که رحمان فا اطاعت کنید. خب در او اومدگی از اون جمله مو تفسیر مشهوری ما و شما ابن کثیر از ابو هریره رضی الله عنه یکی از صحابه پیامبر روایت میکنه که دلیل میوره تمام همین آیت در اون نفرهای دخل داره که تمام اولی الامر یا که خلیفه باشد که با قانون خدا یعنی با شریعت با احکامای خدا پایبند باشه و عادل باشه عدالت داشته باشه شرط یکمش مسلمان باشه شرط دیمش عدالت داشته باشه و با شرط سیمش با احکامای خدا امر کنه و شرط چهارمش نفری که با غیر از احکام خدا غیر از قانون خدا یعنی زید مخالف با معصیت امر میکنه اطاعت او میگه واجب نیست ای بیچاره را نگاه کنه چی ترجمه کرد آیت قرآن حق داره که این را ترجمه کنه همه ما شما میدونیم که نبیگذار مجبور بود اولا خیلی دل صفحه کرد دل تازه کرد میگو که خیلی مجبور بود شاید در تگ پشت برت موندن که همین گفت بگه بگذار مجبور بود فراموش کرد که بلال یکی از اصحابای یاروی پیامبر در بلوش در افتابای گرم شنوید اگه سینه سنگ گرم میموندن در بلوش رگ هم گرم هوا هم گرم سنگ هم گرم جوش همه بگن توک دمی موندنش برق دمی موندنش ای دینش گشت نگشت اینجا یک چیزی گرم اشاره کنم خب این خیلی بگیم که خوک سفید کنو که رو سفید کنوی رحمانو زیاد هم یکی بایو رحم نمیکنه اینا ببینه وقتی زندانش کردن یک نفر ما ندیدم که از همی دفاع کنه این همی نفر این همی رشترازی سی متره کسی دفاع نکرد همی یه وجب مو رشته بسته پکزو خود چی با میمونی نگو کنید یگون نفر ای دفاع نکرد که آزادش کنین آزادی با ملاد رشتراز آزادی با ایشان آزادی با نمیدونم دویه دعوتگره ملاه پیره استازه یگون کس نگفت اما بعد از این چند نفر اگه دستگیر کردن کارشون با سیاست بود با رژیم بود دیده که چه خیلی نفر رو آواز براردن که آزادی با فلانی آزادی با فلانی تازی را میکن رفتش سای اما ای کاری ای را کردن یا دستگیرش کردن کسی اوز نبروار و باوردم که اگر امینا 10 سال هم بتن فعلا جاش خوب اینی گوی بنده جاش خوب ای بد نیست اگر 10 سال بتنش که کسی پروش نمیکنه اگر امی حق میگفت برای حق میقبیده نمیره ما باوردشم که یک تعداد پیدا میشید که میگفت که بهترین سخنو را کرد ای را باید آزاد کنید ای را باید زندان کنید اما برای نحق بد و دیگرش هم همی خیلی اینجا یک نقطه مهم شد ما باید بدونیم که این همی را برای چی زندان میکنه که شرمنده شون میکنه رحمانو اگر یورا در وقتش وقتی که میقپید یک یک برا میبور زندان میکرد مردی ما دیگه خیلی بد از خاطر خدا از خاطر اسلام ملاو میخیست انا امروز یورا میورا اول روحسیه میکنه شرمنده میکنه احمق شون میکنه میبره زندان شون میکنه کسی هم اوز نمیبره برای چی؟ برای ما میگه اینا یک تشمه میگم که از امون رحمان رو دفاع میکردی خوبت کرد مثال یا که یک تلگه هم باشه میگه او از رحمان رو دفاع میکرده او چاپلوسی میکرده دیگه و دیگه همین خیلی این همین طرزی شرمنده کردن این ملاه های نمیه دیگه ملاه ها هم بدونین ولی چند تلگه هم خیلی هستین کم کم میگروین خیلی باد میتین یا که خواب میشپین سفید میکنین رحمان و فراموش نکنین که رنگی نمیبرن محکمتون میکنن کسی به حالتون حتی گریه نمیکنن